در سال 2001 قبل از حمله نظامی آمریکا به عراق، جورج بوش یه جمله گفتش که در فهم سیاست خارجی آمریکا و رفتارش در مقابل ملل دیگه میتونه خیلی کلیدی باشه. گفتش که یا با ما هستید یا علیه ما. یعنی اگر بر علیه ما هستید که تروریست هستید، اگر هم با مایید که خب با مایید دیگه، ما که تروریست نیستیم. یک مصاحبه ای داشت حامد کرزی با شبکه طلوع، میگفتش که در یک نشستی با مقامات آمریکایی من پرسیدم که این اتفاقاتی که در افغانستان میفته که زنان ما، کودکان ما، دختران ما، جوانان ما کشته میشن، شما اینو تروریسم میدونید یا نه؟ آمریکایی گفتن نه، اگر بر علیه منافع آمریکا باشه تروریسمه، اگر منافع آمریکا رو تهدید نکنه تروریسم نیست. حالا این منافع آمریکا چیه؟ اگر کسی ندونه بهتره که مسئولیت قبول نکنه. برای اینه که مقامات آمریکایی اصلا ما رو ملت تروریست صدا میزنن. حالا ما یک سوال داریم، شما با آمریکا هستید یا علیه آمریکا؟ شما با فلسطین هستید یا علیه فلسطین؟ بعضیا فکر میکنن دشمنی آمریکا یک موضوع قدیمی شده، دنیا عوض شده، زمانه عوض شده، ولی آمریکا به برنامه‌های بلند مدتش وفاداره. غزه رو الان ببینید، اسرائیل یکی از برنامه‌های بلند مدت آمریکاست. ما هم باید به انقلاب و شهدامون مادام العمر وفادار باشیم. هیچ چیز تغییر نکرد، فقط به روستر هوشمند، به روستر هوشمند، به روستر هوشمند.